اجازه بدید از اوکراین شروع کنیم. گامبیه، کریمه. تمام دنیا چند هفته ایست از این بحث رو داره. واقعا پوتین چرا دست به این گامبیه، کریمه زد؟ حتی در اینترنشنال یا نشنال اینترست که یک فصلنامه است نوشته بودن آیا پوتین جنگ سوم جهانی رو طلب می کند؟ واقعا پوتین می خواهد جنگ سوم جهانی رو آغاز کنه؟ یا واقعا بلد بود و می دانست گامبی که انجام میده به سود او تموم میشه؟ واقعا پوتین چه هدفی داشت؟ چرا دنیا در مقابلش آچماش شد؟ آیا همه بازی رو از بر بود؟ ولی از کجا شروع شد؟ چرا پوتین ناگهان تصمیم گرفت که به اصطلاح به عنوان یک شطرنج باز کمربند سیاه تمام مقررات بازی نیو ورلد اوردر رو به هم بزنه؟ چرا؟ همه چیز از یک کتاب شروع میشه، از کتاب آقای زیبنف برژنسکی، شطرنج بازی که بزرگترین استراتژیست جهان غربه، همه این رو قبول دارن. برژنسکی یک کتاب نوشت روز پس از سقوط دیوار و به اصطلاح تجزیه شوروی و فرو ریختن کشورهای بلوک شرق. نوشت بیایید روی این صفحه بزرگ استراتژیکی شطرنج بازی کنیم. البته کتاب رو با اوکراین شروع کرد. گفت آمریکا اگر میخواهد نیو ورلد اوردر رو حاکم بشه باید 5 ایستگاه استراتژیکی رو در اختیار داشته باشه: اوکراین، آذربایجان، ترکیه، ایران و کره جنوبی. و اهمیت اوکراین رو بیشتر قلمداد کرد. اشاره کرد با گرفتن اوکراین شما هرگز به روسیه اجازه نخواهید داد دوباره نقش یک امپراتوری رو بازی کنه. یعنی اهمیت اوکراین بیشتر از لهستان که دالان به اصطلاح استراتژیکی بود قلمداد کرد، توصیف کرد. البته برداشتی بود از یولی لاپیا، یک شخصیت اوکراینی که یک بار گفته بود اگر اوکراین میخواهد در مقابل روسیه قد علم کند، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی بحثش بود، حتما بایستی با ماورای قفقاز ارتباط داشته باشه تا بتونه روی جاده نوین استراتژیکی ابریشم حرکت کنه. بنابراین آقای برژنسکی هم همین نظر رو داده بود. گفته بود اگر ما میخواهیم روسیه رو محاصره کنیم، روسیه رو در واقع در تنگنا قرار بدیم، حتما باید اوکراین رو داشته باشیم. و دیدید در زمان آقای بوش، دوره آقای چینی، حتی به بهانه گرجستان اولین بار ناوهای آمریکایی وارد دریای سیاه شد. اما برای آقای پوتین کریمه اهمیت بیشتری داشت، عین تنگه هرمزش بود. اولا به نظر بسیاری معتقدن که الان هم اگر دیدید از نقطه نظر تبلیغاتی حتی بعضی از آمریکایی‌ها معتقدن اوکراین یک کشور پوتمکین هست، ساختگیه، گلخانهیه، تاریخ نداره. البته این حرف مفتی است. اوکراین همیشه اوکراین بوده. درسته جنرال پوتمکین اون رو تصاحب کرده، تقدیم کاترین بزرگ کرده، ولی اوکراین اوکراین بود. حتی در دسته برژنه و سوسلوف همه از اوکراین می اومدن. حتی من شاهد بودم اوکراینی ها به عنوان تیم ملی شوروی در مسابقات شرکت میکردن و اوکراینی ها معتقد بودن که آنها بایستی در مقابل شوروی بایستن. یعنی ناسیونالیسم اوکراین امروز زاده نشده. بنابراین با همین ناسیونالیسم اوکراینی بود که اولین بار در دولت بوش موفق شدن یک انقلاب رنگی پیاده کنن. یادتون هست انقلاب نارنجی، یوشچنکو اومد. اصلا اینا رو فراموش کنید. یونکوف، یوشچنکو، اینها مهره های بازی هستن. تمام بحث برمیگرده بر این آیا بایستی اوکراین جزء اتحادیه اروپا باشه یا بایستی با روسیه باشه. حالا شما یه شخصیتی دارید به نام پوتین. آن روزی که پوتین، قبل از این که حوادث اوکراین اتفاق بیفته، برگردیم یک نظر سریع ببینیم پوتین چگونه میاندیشه.
زمانی که پوتین شروع کرد روی رد کارپت، رو اون قالی قرمز کرملین حرکت کنه، احساس کرد باید نقش تزار رو بازی کنه. علی رغم همه بررسی‌ها و تفسیرها، نظریه اون نظریه دیگری بود. اون معتقد بود همون گونه که خاندان رومانوف، آخرین خاندان تزاری روسیه که بعد بلشویک ها رو سر بریدن، بایستی پوتین خودش رو به عنوان رهبر کلیسای ارتودکس معرفی کنه، باید از ناسیونالیسم روسی دفاع کنه، روسیسیسکیا. بنابراین نظر آقای پوتین یک نظر دیگری بود. نظر آقای بوش و کیسینجر و برژنسکی نبود که می گفتن در نیو ورلد اوردر باید روسیه جزء پارتنر کوچک آمریکا باشه. آقای پوتین برنامه دیگری رو داشت، اما مرحله به مرحله بازیش آغاز کرد. اول رفت سراغ اولیگارکا، یادتون هست یک مشت روسیه رو در زمان یالتسین غارت کرده بودن، بوزروفسکی، خودروفسکی، گودنیس، همین پوخارنکو که الان اومده تیم بسکتبال خریده در بروکلین، همه روسیه رو غارت کردن. آقای پوتین با سفارش یک شخصی به نام شیرکوف آغاز کرد، اول اولیگارکا رو دستگیر کرد، اول پاکسازی کرد، بعد آمد صنایع نفت و گاز روسیه رو در اختیارش گرفت، از خصوصی سازی جلوگیری کرد. امروز گازپروم یک قدرت جهانی داره، مساویست با اکسان و موبیل و بقیه. بنابراین برای همین هم سناتور مکین میگه ایشون رهبر یک کشور نیستن، ایشون رهبر یک گستیشن هستن. البته به صورت توهین به پوتین در واقع ابلاغ میکنه. اما آقای پوتین میدونه چه کار میکنه. پوتین میدونست اگر کریمه رو بگیره در واقع تنگه هرمز استراتژیک خودشو حفظ کرده. دو، بر اساس اگه یادتون باشه در همین برنامه های قبلی، قبل از این که به صورت اخراجی ها در بیاییم، در اونجا اشاره می کردیم که خانومی به نام سامانتا پاورز که یک روز نامه‌نگار بود، الان نماینده آقای اوباما در سازمان ملل، وقتی اون کشتارهای رواندا رو دیده بود، آمد و پیشنهاد کرد یک تزی به نام R2P که آقای جورج شوروش و در و دستش حمایت کردن در سازمان ملل به تصویب رسید. R2P یعنی Responsible to Protect. یعنی چی؟ اگر اقلیتی در یک کشوری کشتار میشه، ناتو یا قدرت‌های دیگر اجازه دارن مداخله کنن و از اونا دفاع کنن. آقای پوتین گفت منم R2P، شما میخواهید، شما رفتید لیبی، رفتید جای دیگه، منم انجام میدم. چرا؟ کسانی که به اصطلاح روس تبار بودن از من درخواست کردن به نجات اونها بیام. اینجا بود که همه آچماش شدن، یعنی پوتین به همه رو دست زد. حالا آیا واقعا پوتین برنده شد؟ آیا تزار کرملین جدید در واقع توانسته که تمام قدرت‌ها رو در اختیار بگیره؟ پاره معتقدن که ممکنه این واترلو خود پوتین باشه، واترلو اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی میتونه کمرش رو بشکنه. درست آقای شیرکوف، ولادیسلاو شیرکوف که مشاورشه، من همیشه یاد مشایی میندازه. مشایی هم به احمدی نژاد همین حرفا رو میزد. ایشون حتی گفته تحریم‌های آمریکا و منو در لیست سیاه قرار دادن هیچ اهمیتی نداره. چرا؟ من تنها از آمریکا توپاک شاکور رو دوست داشتم، اون رپیست سیاهی که کشته شد. بنابراین توهین‌آمیز پاسخ داده. اما توجه داشته باشید، مسئله اوکراین فقط مسئله اوکراین نیست، مسئله اتحادیه اروپاست، مسئله پان اروپاست، یک کلوب مسیحیان دنیاست. همونجوری که دیدید سعی میکنن ترکیه رو راه ندن در این چارچوب کلوب، سعی میکنن به هر بهانه‌ای شده اردوغان و ترکیه رو حذف کنن. اما در اوکراین هنوز قضیه تموم نشده. پاره معتقدن اوکراین تجزیه خواهد شد، بالکانیزه خواهد شد. آقای برژنسکی میگه بیایید اوکراین رو فندالیزه کنیم، مثل فنلاند،
در واقع نه برای اتحادیه اروپا، نه برای روسیه، یک کشوری بی‌طرف. اما کسی نمیپرسه مردم ترکیه اوکراین چه میخواهند. مردم اوکراین امروز طالب این هستند که یک حکومت ملی داشته باشند، ولی به قدری جنگ‌های خیابانی و تظاهرات خیابانی رخ داده که هرگز هیچ کس نمیدونه داستان چیست. و جالب، نکته جالب اینجاست، یکی از کسانی که موجب شد جوانان اوکراینی به خیابانا بیاین یک روزنامه‌نگار افغانستانی بود، مصطفی نعیم. ایشون از طریق فیسبوکش، چون در تلویزیون های اوکراین کار میکرد، اخراجش کردن، آمد روی فیسبوک کار کرد و جوانان اوکراینی رو دعوت کرد که در مقابل به اصطلاح حکومت روس طلب بیسته، و دیدی چه اتفاقی افتاد. بنابراین بازی اوکراین یک بازی استراتژیکی است، و همون گونه که آقای برژنسکی در کتابش گفته، اوکراین همون اهمیتی داره که ایران داره. و امروز میبینید همزمان چه بازی های پشت پرده صورت میگیره. اما قضیه اوکراین در واقع ربط داره به اروپای بزرگ، اروپایی که طالب این است که یورو قدرت اول جهانی بشه، اروپایی که معتقد میتونه جاده نوین ابریشم رو اداره کنه. بنابراین الان چه روسیه و چین و هند و برزیل در انتظار این هستن ببینن سرنوشت اوکراین چی میشه، بسیاری در همون واشنگتن دی سی و نیویورک هم منتظرن ببینن چه پیش خواهد آمد، حالا بازی به کجا خواهد انجامید. مسلماً اروپایی ها سعی خواهند کرد که حتما اوکراین رو جز کلوب داشته باشن. چرا؟ سالهاست مسئله پان اروپا را افتاده. پان اروپا امروز نیست، این یورو اتحادیه اروپا مسئله امروز نیست، مسئله بود 1923. یک کنت به اصطلاح اتریشی ژاپنی تبار آمد و مانیفست داد، و امروز میبینید این جنگ ادامه داره. چه کسی صاحب اتحادیه اروپا خواهد بود، چه کسی در واقع میتونه اوروسیه رو داشته باشه. چرا ما میگیم اوروسیه؟ توجه کنید، از نقطه نظر استراتژیکی همیشه معتقدم هر که اروپای شرقی رو داشته باشه تمام اروپا رو داره، هر کس اون به اصطلاح سهمیه رو داشته باشه تمام دنیا رو داره. آیا واقعا اینا صاحب دنیا خواهند شد؟ واقعا چه کسی صاحب دنیا خواهد شد؟ هنوز هیچ کس برای این راه حلی نداره.